یازدهمین روز مهر ماه برابر با 3 اکتبر سال 1277 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، زادروز لوی آراگون، شاعر و رمان نویس فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد. وی کودکی گستاخ و خارق العاده بود و در جوانی به نهضت پرهیاهوی داداییسم که ثمره ناامیدی و هرج و مرج طلبی ناشی از جنگ جهانی اول بود کشیده شد. با این حال پس از چندی از این مکتب دست کشید و با انتخاب سبک سورئالیسم که مبتنی بر بیان احساس و ارائه تخیلات و اندیشه های آزاد و عدم پایبندی به قیود اخلاقی و زیبایی شناسی بود به شهرت دست یافت. آراگون در طی سالهای بعد از رهبران این سبک در فرانسه گردید. وی پس از چندی به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقمند شد و در نتیجه سفر به مسکو خود را طرفدار کمونیسم و علاقمند به مسائل مربوط به انقلاب روسیه معرفی کرد و هر نوع ادعای تغییر مسیر زندگی را تنها از این راه مورد تایید قرار داد. از این زمان بود که از سورئالیست نیز گریخت. آراگون در آثار بعدی خود که در زمینه مخالفت با سیاست فرانسه قبل از جنگ جهانی اول نوشته شده است، همه چیز را از نقطه نظر عقاید مارکسیستی مورد توجه قرار داده است. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، پرتاب اولین موشک ساخت انسان به فضا. ورنر فون براون یکی از کارشناسان موشک‌های فضایی آلمان بود که در ابتدا درباره ساختن وسیله‌ای برای دستیابی به فضا و به ویژه ماه تحقیق می‌کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان او را به خدمت گرفت و امکانات لازم برای ساخت موشک را در اختیار او قرار داد. پس از آن تصمیم گرفته شد اراضی مناسب برای آزمایش‌های نخستین موشک ارتش آلمان مهیا گردد، تا اینکه یک جزیره دور افتاده در دریای بالتیک انتخاب شد. این جزیره مدتی بعد به صورت نخستین پایگاه موشکی آلمان درآمد و 7 سال بعد تبدیل به مکانی شد که 15,000 دانشمند آلمانی روز و شب در آنجا ساخت و تکمیل موشک را دنبال می کردند. در نهایت موشکی به طول 14 متر و مرکب از 50,000 قطعه دقیق و محاسبه شده به وزن تقریبی 13 تن با سرعت فوق صوت 2,000 متر در ثانیه در میان شعله های جهنمی آتش و با صدای مهیب آسمان را شکافت. نقطه اوج این موشک 90 کیلومتر بود و فاصله 180 کیلومتر را تا فراز دریای بالتیک با موفقیت پیمود و سپس به زمین سقوط کرد. این موشک از همان تاریخ تحت عنوان A4 معروف شد، محصول کار ورنر فون براون بود. هرچند این اختراع در نظر اول مخترع آن برای مقاصد علمی ایجاد شده بود، ولی آزمایش موفق آن سرآغاز استفاده ضد بشری از این موشک و موشک‌های بعدی گردید و انسان‌های بیشماری را به خاک و خون کشید. سال 1337 خورشیدی برابر با 1958 میلادی، شروع به کار تلویزیون در ایران. با راه اندازی و بهره برداری از نخستین فرستنده تلویزیونی ایران، این تلویزیون پخش برنامه‌های خود را آغاز کرد. تلویزیون ایران در ابتدا به صورت یک بخش کاملا خصوصی اداره می‌شد که ابتدا در هر روز 4 ساعت برنامه پخش می‌کرد.